سلام دوستان به کلاس درس ما خوش اومدیم من اسمم سهره امروز با هم میخوایم درس ریاضیات گذاسته پیش دانشگاهی فصل یک رو شروع کنیم فصل یک عنوانش از گراف و کاربورت های اون خب قبل از اینکه اصلا سراغ درس بریم بیایم با هم یه بازی بکنیم فرض کنید یه لیگ مسابقات فوتبالیه پنج تا تیم توی این لیگ بازی میکنن تیم های آ، ب، س، دی و ای فرض کنید بین هر کدوم از این تیم ها یه سری مسابقات انجام شده که من اینجا جلوشون می نمیزم. مثلا تیم A با تیم B و E مسابقه داده تیم B با A و C مسابقه داده C با B و D مسابقه داده D با C و A و E مسابقه داده تیم E هم با A و B و D مسابقه داده خب حالا شما مثلا کارشناس این لیگ مسابقات فوتبال هستیم من به عنوان کارشناس از شما میپرسم به نظرتون چند تا مسابقه مونده تا این لیگ تموم بشه و بتونم بگم لیگ وقتی تموم میشه که همه تیم ها دو به دو با هم مسابقه داده باشن خب الان میبینید که با نگاه کردن به داده های این مسئله که من اینجا نوشتم یه خورده سخت دیگه مثلا نمیشه به طور شهودی تصور کرد چه بازی انجام شده کدوم باقی مونده اما فکر کنید همین مسئله رو من الان داده هاشو بیام خیلی ساده با یه شکل براتون این طرف نمایش بدم هر کدوم از تیما رو فرض کنید بیام با یه نقطه مشخص کنم A, B, C, D و E و بعد بیام این که بین تیما مسابقه انجام شده رو با یه خط بین این نقاط اینجا رسم کنم براتون مثلا گفتیم A با B و E مسابقه داده مثلا گفتیم B با A و C مسابقه داده C با B و D مسابقه داده D با C و آ و ای مسابقه داده و ای هم با آ و بی و دی مسابقه داده خب حالا همون سوال رو تکرار میکنم چند تا مسابقه مونده تا این لیگ تموم بشه این دفعه میبینید که جواب دادن این سوال خیلی راحت میشه با یه نگاه به این شکل شما پیش خودتون میگین خب برای اینکه این لیگ تموم بشه باید همه هر تیمی با تمام تیمای لیگ یه دور مسابقه داده باشه پس به یه زبون دیگه ای بخوام اگه بگم تو این شکل باید از هر نقطه به همه نقاط دیگه شکل یه خط رد شده باشه مثلا اگه من تیم آ یا نقطه آ رو در نظر بگیرم میبینم که به همه نقاط یه خطی رد شده غیر از سی. پس مثلا مسابقه آ و سی مسابقه که باقی مونده یا به همین ترتیب برای تیم آی دیگه پس میبینید که چه جوری با نشون دادن داده ها همون داده ها ولی توسط یه شکل من مسئله رو شهودی کردم حل مسئله راحت شد خب این همون ایده گرافه گراف در واقع شکلیه که ما الان از طریق داده های مسئله ارتباط بین اجزای مسئله رو از طریق گراف اینجا خیلی ساده رسم کردیم پس من اینجا براتون بنویسم ایده گراف چیه گراف در حقیقت یک مدل ریاضی برای نمایش داده های مسئله مثلا شاید یه نمونه از گراف که شما تو زندگی روزمرتون باش برخورد کرده باشین ولی ندونسته باشین اسمش گرافه مثلا همین شجر نامه های خانوادگی دیدیم ما چجوری هر کدوم از افراد رو با یه نقطه نمایش میدیم بعد رابطه مادر فرزندی یا پدر فرزندی بین اینا رو با یه خط نمایش میدیم خب اینم یه گرافه دیگه در واقع اون داده ها رو یا ارتباط بین افراد مختلف رو با یه شکل خیلی ساده نمایش دادیم چیزی که شاید بین این دوتا مثالی که الان کشتم براتون واضح شده باشه اینه که گراف دو بخش داره پس از دو بخش تشکیل میشه یکی همین نقاط هستن که در واقع نمایشگر اجزای مثلا که به این نقاط میگیم رس یکی هم یال ها هستند که در واقع همون خطوط بین این رس ها یا اجزای مثلا هستن و ارتباط بینشون رو نشون میدن پس رس شد نقطه ها یال شد خط ها خب پس تا حالا فهمیدیم که گراف اصلا چی هست و ایدش اصلا چی و به چه کار میاد اون چیزی که ما تو ریاضیات پیش دانشگاهی باش سر و کار داریم بهش میگن گراف ساده که همین گرافیه که تو صفحه قبل براتون من تعریفش کردم ولی همین گراف ساده میتونه خواص مختلفی داشته باشه که اینجا میخوام من یکی دو تا از این خواص رو مثلا براتون بگم گراف ساده میتونه چندگانه باشه حالا منظورم چی هست منظورم این هست که گراف چندگانه گرافیه که بین رست هاش اینجا من بنویسم براتون بین ببخشید بین رست ها بیش از یک یال وجود داشته باشه این تعریف رست میشه حالا ببینیم یعنی چی مثلا فرض کنید من اینجا میخوام گراف مثلا شهرهای ایران رو بکشم مثلا سه تا شهر رو میکشم مثلا فرض کنید تهران و اصفهان و مثلا شیراز و بعد الان مثلا میخوام راه هایی که بین این شهرها وجود دارن رو روی این توسط یال ها یا خط که بینشون رسم میکنم نشون بدم خب فرض کنید بین مثلا تهران و اصفهان بیشتر از یه راه وجود داره شاید دو تا جاده وجود داشته باشه یا به همین ترتیب مثلا فرض کنید بین شیراز و اصفهان ممکنه دو یا چند تا مثلا جاده وجود داشته باشه که اینجا میکشم مثلا بین تهران و شیراز هم فرض کنید یه جاده است الان این گراف فرقش با گراف صفحه قبل این هست که بین رأس‌هاش بیش از یک یال وجود داره و به همین میگن یه گراف چندگانه گرافی که بین دو رأسش بیش از یک یال ممکنه وجود داشته باشه خاصیت بعدی خاصیت جهتدار بودنه حالا ببینیم جهتدار یعنی چی فرض کنید اینم با یه مثال بخوام براتون بگم فرض کنید مثلا من چهار تا محله شهر رو میخوام گرافشون رو رسم کنم با چهار تا نقطه محله ها رو نشون میدم بعد خیابونایی که بین این محله ها وجود دارن و با یه سری خط بینشون یا همون یال بینشون نمایش میدن بعد میام یه اطلاعات دیگر هم وارد این مسئله این شکل میکنم مثلا یک طرف بودن این خیابونا و اینکه به چه طرفی هستن رو هم توسط این فلش های جهتداری که روی این خیابونا میذارم مشخص میکنم خب الان این گراف ما یه مرحله بیشتر اطلاعات داخل خودش داره جهت این راه ها رو هم داره به ما میگه پس مثلا الان اگه مثلا یه مسئله باشه من از شما بپرسم بین محله فرض کنید یک و محله فرض کنید سه چند تا راه وجود داره شما با توجه به جهت این خیابونا و یک طرفه بودنش میتونید به این جواب بدین پس گراف جهت دار گرافیه که یالهاش جهت دارن خب حالا که اومدیم و گراف رو شناختیم چیه یه خورده با خواستش آشنا شدیم خوبه که با تعریف رسمی ریاضی گراف هم آشنا بشیم ببینیم تو ریاضیات گراف رو چجوری نشون میدن و چه خصوصیاتی داره توی ریاضیات گراف جی رو ما به صورت زوج جی وی و ای نمایش میدیم این الان ممکنه یه ذره به نظرتون پیچیده بیاد ولی الان که براتون توضیح میدم میبینید و... می که واقعا یه چی اضافه بر اون چیزی که تا الان یاد گرفتیم نداره خب ببینید جی که اسم گراف بود میگیم گراف جی مثلا میخوایم گراف جی رو نمایش بدیم وی چی هست V مجموعه ای از رأس های اون گرافه مثلا فرض کنید تو مثال اون تیم ها یادتونه با هم بازی تیم مسابقات فوتبال کردیم این مجموعه از 5 تا تیم A B C D و E تشکیل شد پس V شد مجموعه رأس ها که یه مجموعه متنا... متمایزی از رأس های گرافه E مجموعه ای هست یال های گرافه که در واقع میشه یه مجموعه ای از زیر مجموعهای دو ازوی مجموعه های دو عضوی مجموعه راسها ها منظورم چیه مثلا فرض کنید من اینجا میگم این یال ها تو گرافم وجود داره یال آ و بی یال مثلا بین سی و دی یال بین آ و دی و به همین ترتیب پس یال ها یا مجموعه ای شد یه مجموعه ای از زیر مجموعه های دو عضوی رد ها و میدونید که تو تعریف مجموعه ها ترتیب عضو مهم نیست یعنی مثلا یال آ و بی رو شما میتونید به صورت یال بی و آ نشون بدید خب حالا ببینیم این تعریف ریاضی اصلا کاربردی هست یا نه منظورم چیه منظورم اینه که فرض کنیم من الان اینو به شما دادم گفتم جی وی و ای ویش به این ترتیب ای به این ترتیب آیا شما میتونید شکل اون گرافا با استفاده از این تعریف ریاضی که من بهتون دادم رسم بکنید خب میگین بله میایم برای هر کدوم از رأس یه نقطه تو صفحه میذاریم اینجا مثلا 5 تا رسم ما داریم ببخشید اینجا یه کمی تو هم شد و بعد میایم به مجموعه یال ها نگاه میکنید اون یال هایی که توی ای وجود دارن و براش خط متناظرش رو رسم می کنید مثلا یال آوبی وجود داره یال سیودی وجود داره یال آودی هم وجود داره این شد گراف ما با استفاده از تعریف ریاضی شکلش رو رسم کردیم و توجه کنید که توی یه گراف لازم نیست که حتما از همه یه رأس ها یال بگذره الان این هم خودش یه گراف محسوب میشه خب من فقط یه تعریف دیگه و یه نکترم بهش اشاره کنم تا بعد دیگه کاملا با تعریف گراف شما رو تونسته باشم تا یه حد خوبی تو این جلسه آشنا کرده باشم. تعریف مجاور بودن در یه گراف به چه معنیه؟ دو تا رأس A و B رو توی گراف ما با هم مجاور میگیم A و B مجاورند به این معنی که یال A و B تو اون گراف وجود داره یعنی آ و به صورت ریاضی بخوام بنویسم عضو ای یا مجموعه یال ها هست حالا منظورم چیه فرض کنید مثلا توی این گراف مثلا من یه گراف سری براتون رسم بکنم آ ب دی و مثلا این یال هاشم فرض کنید به این ترتیبه الان توی این گراف با توجه به تعریفی کردم آوبه و مجاور هستن یا نیستن خب هستن دیگه برای اینکه یه یالی بینشون وجود داره در نتیجه احتمالا اگه تعریف ریاضی اینو هم بنویسیم مجموعه زیر مجموعه دو عضوی و ب، عضو مجموعه یالهاش خواهد بود چون یالش میبینیم که اینجا رسم شده ولی از اونور مثلا بی و با هم مجاور نیستم میبینیم که بینشون یالی وجود نداره خیلی تعریف ساده ای هست میتونیم اینو به شکلهای دیگه هم بگیم ممکنه بگیم آبه و ب دو سر یال آبه به یا ممکنه بگیم یال آب از آ و میگذره یا مرور میکنه ولی به هر حال هر جوری بگیم منظورمون این هست که به با هم ارتباط دارن به هم وصل هستن ولی مثلا به وصل نیستن این هم از تعریف مجاور بودن یه نکته دیگه هم هست که دلم میخواد همین اول بهتون بگم که بعدا باعث گیت شدنتون نشه ببینید میخوام چیزی که میخوام بگم اینه که یه گراف یه شکل مثلا واحدی نداره میتونه به شکلهای مختلفی رست بشه مثلا فرض کنید این یعنی الان یه گراف دیگه A, B, مثلا بین این رأساش هم یال وجود داره این یه گرافه حالا فرض کنید یه نفر دیگه میاد همین گراف رو رسم کنه میاد فقط تر... ترتیب قرار دادن این نقطه رو عوض میکنه مثلا دی رو اینجا رو میذاره سی رو اینجا ولی همون یال رو داره دقیقا همون گراف هستن یال آبی که تو این هم هست یال بی یال آسی این دو گراف چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این دو گراف دقیقا یکی هستند و تفاوتی ندارن از لحاظ ریاضی هم تعریفاشون رو بنویسیم عین هم در میان دیگه همون رأس ها و همون یال ها رو دارن یعنی زیر مجموعه های V و ایشون با هم یکی هست پس فرقی نمیکنه گراف رو چجوری نمایش بدیم و چیزی هم که توجه کنید اینه که اینجایی که یال ها با هم برخورد کردن یه رأس جدیدی نیستش من هم اینجا میبینید که اسکوزاریش نکردم با یه نقطه نمایشش ندادم ولی ما سعی میکنیم معمولا به همین شکل ساده گراف اکتفا کنیم دیگه مثلا رأس‌ها رو ترجیحا طوری رد کنیم که زیاد هم دیگه رو هم عبور نکنن ولی برای هر دو شکل درسته ولی میگم ما اینکه مثلا بیش از حد پیچیده نکنیم ما به همین شکل خوبه که اکتفا کنیم ولی همیشه تو ذهنمون باشه که این دوتا گراف مثلا یک چیز رو دارن نمایش میدن خب حالا بیاین تو ادامه درسمون یه مثالم از گرافها هر کنیم ببینیم درست متوجه شدیم منظورش مفهومشو یا نه فرض کنید یه شرکتیه و برای چهار تا شغل میخواد کارمند استخدام کنه این شغلها شغلهای متمایزی هستند مثلا فرض کنید مهندس حسابدار هم به همین ترتیب و فرض کنید پنج نفر آدمهای بی یک بی دو بی سه بی چار، بی پنج اومدن متقاضی این کارها شدن ولی خب همه اینا توانایی انجام همه اون شغلها رو ندارن مثلا فرض کنید هر کدوم از اینا میتونه یه سری از این شغلها رو انجام بده که اینجا با خط یا با همون یال نشون دادیم که چجو... کدوم یکی از این افراد برای کدوم یکی از این شغل ها شایستگیش رو دارن مثلا فرض کنید شخص b یک شغل های آ 1 رو میتونه انجام بده به همین ترتیب بعد حالا فرض کنید شما مدیر این کش... مدیر این شرکت هستین و میخواین ببینید به چند طریق میشه برای این شغل ها کارمند استخدام کرد از بین این پنج نفر خب ممکن این مسئله به نظر یه نفر سخت بیاد ولی برای شما احتمالاً به نظر سخت نمیاد حالا که دیگه گراف رو بلدین چون اینجا گرافش برای شما رسم شده شما میاین میگین خب من از شغلا شروع میکنم اول از فرض کنید آیک شروع میکنم شغلی که یه نفرم بیشتر برای شایستگی نداره پس مجبورم من شغل آیک رو بدم به فرد بی اک. اینجا من کنارش می آیک بی اک. و فرد B هست شد چون هر فردی یه شغل رو بیشتر نمیتونه انجام بده بعد میریم ش... سراغ شغل آدو میبینیم که فقط دو نفر برای شغل آدو رو داشتن ولی یکیشون که حذف شده رفته برای شغل آیک. پس مجبوریم شغل آدو رو هم بدیم به شخص بیسه به این ترتیب بیسه از اینجا حذف میشه حالا دو تا شغل باقی مونده اول بریم سراغ اونی که گزینه ها براش کمترن آدمای کمتری توانایی شو دارن احتمالا شغل سختتریه فرض کنید شغل آ 4 الان دو نفر براش شایستگی دارن یکیشون که قبلا اشتغال یافته مجبوریم شخص بی دو رو هم بذاریم سر کار آچار پس اینجا می خب حالا یه شغل باقی موند که پنج نفر برای اون شایستگیشو دارن ولی تنها دو تا متقاضی باقی موندن پس هر کدوم از این دوتا رو شرکت میتونه استخدام کنه برای این شغل چون همشون بیکار موندن تا الان بی چار یا بی پنج پس جواب مسئله دو هست یعنی شرکت به دو طریق میتونه برای این چهار شغل از بین این پنج نفر کارمند استخدام کنه چون که به هر حال برای شغل آ1 آ2 و آ4 که دست شرکت بسته است مجبور همین متقاضیایی رو که یکی یکی استخدام کردیم مجبور اینا رو انجام بده ولی برای شغل آ3 دو تا گزینه داشت که میتونه از بین اینا انتخاب کنه خب اینم شده از جلسه اول ما راجع به گراف ها امیدوارم خوشتون اومده باشه تو کلاس درس بعدی میبینمتون و بیشتر راجع به گراف ها و ویژگی هاشون صحبت میکنیم فعلا خداحافظ